شدت گرفتن جنگ در سراسر کشور و سرنوشت ناروشن صلح سبب شده است که گروهی از عالمان دین در این نشست در کابل درباره جنگ و صلح موضع گیری کنند. شرکت کنندگان این نشست از طرفهای درگیر می خواهند تا بیش از این بر تبل جنگ نکوبند. من همسر حکومت صدا می کنم. همسر طالبان که او بزرگوارا الان که این خارجی ها رفتن. شما چه مبنای دینی و شرعی دارید برای ریختن خون مردم؟ این عالمان دین میگویند که جنگ کنونی در کشور مشروعیت دینی ندارد و هیچ طرفی نمیتواند از راه نظامی افغانستان را بگیرد. از علما نیز تقاضا مندیم که بیش از هر زمان دیگر همبستگی، هماهنگی و انجام مسئولیت خود را به منصه اجرا بگذارند و آماده هر نوع فداکاری باشند. شورای عالی علمای امامی از عالمان دین میخواهند که در برابر جنگ کنونی موقف بگیرند. در وجدانش مراجعه نمی کند که آیا این جنگی که ما می کنیم جنگ ما چگونه است؟ جنگ ما بر علیه مسلمان است؟ جنگ ما بر علیه کفر است؟ در مقابل ما کیست؟ آیا لا اله الا الله می گوید نمی گوید؟ وظیفه ما چیست؟ از سازمان همکاری اسلامی، سرای کشورهای اسلامی و سازمان ملل متحد تقاضامند است تا مردم مظلوم افغانستان را در آوردن صلح و ثبات و ختم جنگ یاری رسانند. این نشست در حالی برگزار شده است که حمله های طالبان به گونه بی‌پیشینه افزایش یافتند و مرکزهای بیش از 200 ولسوالی در 3 ماه گذشته به دست این گروه افتادند.